تو مبین این گام ها را بر زمین، زان که بر دل می رود عاشق یقین. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خداوند روزی ده رهنمای. بر رسم همیشگی با تقدیم دستگلی از صلوات بر خاتم پیغمبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان برگزیده و پاک ایشان برنامه خودمان آغاز میکنیم. عرض سلام و درود و احترام ویژه تقدیم شما بزرگواران، شما عزیزان همراه رسانه جهانی هادی. به وعدگاه شامگاهی من برنامه به وقت بیداری رسیدیم تا در محضر شما عزیزان تقدیم کنیم گفتگویی در مورد مسائل اعتقادی. امیدوار هستیم که این برنامه هم مانند برنامه های قبل مورد توجه شما عزیزان واقع شود. همراه شما با افتخار در محضر جناب استاد موسوی عزیز هستیم. سلام عرض میکنیم استاد، شب شما بخیر. و علیک السلام، بنده هم عرض درود و سلام دارم محضر همه بینندگان عزیز و حضرت عالی، در خدمت شما هستیم. بسیار تشکر، قدم رجع فرمودید، به برنامه خودتان تشریف آوردین و امشب هم میتوانیم مانند هفته گذشته در مورد موضوع برنامه فضیلت زیارت، آداب و آثار زیارت از شما مطالب بسیار ارزشمندی را همچون هفته قبل بشنویم. استاد، قبل از اینکه وارد بحث شویم و سوال مربوط به آغاز بحث از شما انشالله پرسان کنیم، اجازه بدین تا پول ارتباطی را محضر عزیزان اعلام بکنیم و در محضر شما خواهیم بود. نمبر مثبت 964-780-255-4013 پول ارتباطی شما عزیزان با برنامه خودتان در رسانه جهانی هادی هست. به صورت 24 ساعته و شبانه روزی این راه دو طرفه در اختیار شماست تا پیام های خودتان از قبیل متن، وایس و ویدیو برای برنامه خودتان ارسال کنید. امیدوار هستیم که این برنامه ها چی در پخش زنده و چی در فضای مجازی در بازپخش ها هم مورد استقبال شما عزیزان واقع شود. جناب استاد موسوی عزیز، با توجه به آنچه که در برنامه گذشته گذشت و عزیزان هم حتما همراه برنامه بودن، ما بسیار مطالب ارزشمندی را در مورد بحث فضیلت زیارت از شما شنیدیم. فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام این روزها که بسیار بوی زیارت آقا به مشام میرسه و از شما میخواییم که در مورد فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام اگر مطالبی باقی مانده برای ما تبیین بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله اجمعین من الان الى لقاء يوم الدين. خب در جلسه قبل محضر شما حقیقت زیارت رو و بخشی از فضایل و آثار زیارت رو عرض کردیم. با توجه به اینکه حقیقت زیارت این چنین تعریف شد که عبارت است از احساس حضور کردن در حضور امام معصوم و او را حاضر دیدن و فلسفه این زیارت و احساس حضور هم این بود که ما اهل بیت عصمت و طهارت رو در همون دوره کوتاه زندگیشون منحصر نکنیم و ولی خدا را ولی خودمون بدانیم الی الابد، تا زمانی که این زمان و زمین و این آسمان و منصب الله باقی است. اینا ولی خدا هستند و اهل بید علیهم السلام که مسئله زیارت اولیاء دین رو این همه تأکید کردن، فلسفش این بود که در حقیقت ما خودمون رو جدای از معصوم و ولی خدا نپنداریم و اونها رو مرده خیال نکنیم، که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. تا اینجا این بحث به اینجا رسید. بعد یک سلسله از فضایل رو از روایات معتبر از کتابهای که برای ما مستند
مباحث معرفتی هست بیان کردیم. یکی دیگر از اون احادیث که بسیار جالبه با این تحلیل که عرض میکنیم، حدیثی است که حضرت رضا علیه آلاف التحیه و الثنا در رابطه با فضیلت زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمودند. حضرت میفرماید که من زار الحسین به شط الفرات کمن زار الله فوق عرشه. کسی که با معرفت به زیارت امام حسین علیه السلام برود و قبر امام حسین رو زیارت بکند، مثل این است که خدا را در عرش الهی زیارت کرده. این خیلی روایت عظیمی است و یک ثوابی رو برای ما بیان میکند که قابل درک نیست به یک معنا. یعنی هر چقدر ما در رابطه با این حدیث بخوایم توضیح بدیم، باز شاید حق مطلبی رو که حضرت رضا علیه السلام و باطن اون مفهومی رو که حضرت میخواسته برای ما برساند شاید نتوانیم توضیح بدیم. استاد، سنگینی زیارت امام حسین در این مطلب بسیار بالاست. بله، میفرماید که مثل این است که خدا رو در عرش زیارت کرده باشه. بعد چرا اینجوریه؟ در بعضی از تعابیر علما فرمودن که دلیل این که زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مثل این است که خدا رو انسان زیارت کرده باشد، اینه که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام منادی توحید و خداپرستی بودند و در راه توحید و خداپرستی و نشر حقایق الهیات از هیچ داشته خودش و ایثاری که در راه خدا قرار بود بکند کوتاهی نکرد. هر آنچه داشت در راه خدا داد. به عبارت دیگر ما حضرت ابراهیم خلیل علیه و علیهم السلام و علی نبینا و آله علیه السلام، ما ایشون رو قهرمان توحید میدانیم. حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام رو میگیم قهرمان توحید. قهرمان توحید به خاطر چی؟ به خاطر که ایشان آمد در ابتلای بزرگی که خدا برش قرار داد، حضرت اسماعیل را تا مسلخگاه عشق و ذبح و قربانی در راه خداوند متعال آورد و در اونجا خداوند متعال فرمود که قد صدقت در رؤیا، بعد قبول کرد و حضرت اسماعیل ذبح هم نشد. در این حال شد قهرمان توحید. بت شکن بود، بتار شکست در راه خدا، از جان عزیزترین فرد که فرزند جوانش بود گذشت، ولی در این حال خداوند متعال حضرت اسماعیل رو زنده بهش برگردوند. باز هم ما میگیم ایشون قهرمان توحید بود. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در مسیر احیای توحید ناب که از طریق پیامبر اعظم به مسلمانان بیان شده بود، تمام بت‌های زمان خودش رو شکست، پشت همه اینا رو به خاک رساند و در این مسیر برای احیای توحید، برای احیای دین، برای دفاع از اصل توحید که ولایت ولی خداست، حضرت تمام اون چیزی که داشت قربانی کرد. بله. یعنی اموال، آبرو، اصحاب، فرزندان. به فرزندان حضرت وقتی ما نگاه میکنیم مثل علی اکبر علیه السلام رو در این راه داده، مثل علی اصغر علیه السلام رو، حتی طفل شیرخوار که حضرت علی اصغر باشه در این مسیر قربانی فرموده، که بعضی از بزرگان فرمودن که این تعبیری که مرحوم سید در لحوف آورده که هونون علیه انه بعین الله، این گویا جواب یک سوال مقدریه. گویا خدا به حضرت عبدالله الحسین علیه السلام در اون صحنه که تیر سه شعبه به گلوی حضرت علی اصغر علیه السلام نشست، خدا گویا ندا داد که تو چقدر صبوری و تا چه حد مرز استقامت و صبر در راه خدا رو شما پیمودی و در حقیقت این چه صبری است که تو داری، که حضرت عبدالله الحسین علیه السلام فرمود هون علیه انه بعین الله، برای من از این جهت آسانه که این در مقابل دیدگان خداست و خدا این صحنه رو با تمام اشراف داره نگاه میکنه. منظورم اینه که این میشه بت شکنی که مثل و مانند نداره. لذا فرمود که اگر من قیام نکنم از اسلام دیگه خبری نخواهد بود. اسلام رو و توحید رو حضرت زنده کرد و ما در حقیقت وقتی به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام میریم، به زیارت کسی میریم که خدا رو به ما نشان داده، توحید رو به ما نشان داده. خدا رو در حقیقت ما درک میکنیم، با خدا مانوس میشیم و خدا رو در حقیقت زیارت میکنیم.
اینی که حضرت رضا علیه السلام فرمود کسی که به زیارت ابو عبدالله الحسین علیه السلام برود و قبر حضرت را زیارت کند، مثل این است که خدا را در فوق عرش زیارت کرده است. معنایی که ما میفهمیم اینه، چون ابو عبدالله الحسین علیه السلام ولی خداست و پل ارتباطی ما با خداست و ما را که انسان خاکی و ناسوتی هستیم به یک موجود افلاکی که خدا هست میرساند، به این معنا که خدا را به ما میفهماند و ما را در این مسیر هدایت قرار میده که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، از گرداب هایی که دور بر ما هست که هر لحظه احتمال سقوط و زلالت وجود دارد، با اتصال به ابا عبدالله الحسین و زیارت اون حضرت ما نجات پیدا میکنیم. لذا میشه زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مثل زیارت خدا فوق عرش خدا. این هم یک روایت از حضرت رضا علیه السلام در رابطه با فضیلت زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و فلسفه این فضیلت. بسیار تشکر استاد عزیز. در احادیث روایات همه ائمه معصومین علیه السلام، حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به سفینه های نجات تعبیر شدند. بله بله. و در بعضی از این روایات امام حسین علیه السلام سفینه ایشان سریعتر، اوسع، بله، وسیعتر و اسرع و سریعتر هست و شاید هم به خاطر همین مباحث ارزشمندی که شما فرمودید، بحث توحید، بحث رسیدن ایشان به خداوند از طریق فدا کردن هر آنچه که دارند. درسته. و انشالله که در بخش های بعدی بیشتر در مورد فضایل و آداب و آثار زیارت امام حسین علیه السلام از شما خواهیم شنید. انشالله. وقفه بسیار کوتاه خواهیم داشت، لحظاتی را با همکاران در اتاق فرمان همراه خواهیم بود و در محضر شما خواهیم بود. انشاءالله در خدمت. همچنان با ما باشید، جایی نروید، برنامه به وقت بیداری همچنان مهمان شماست. ما به خاطر زیارت قبور ائمه معصومین علیهم السلام میرویم که خیلی آثار و برکات معنوی و روحی داره برای ما از هر نگاه. مثلا یک نمونهش اینه که اولا فطرتاً انسان با روح انسان با زیارت سازگار هست، فطرت انسان تقاضای این را میکنه. من یک نمونه عرض کنم، زمانی که ارسطو که یکی از دانشمندان معروف هست از دنیا رفت، چند سال، خب 384 سال، بعضی ها میگن 400 سال قبل از عیسی مسیح بوده و همچنان 700 سال یا بیشتری کمتری قبل از پیغمبر بزرگوار اسلام بوده. وقتی که از دنیا رفت، شاگردای آقا با هم جمع شدن، گفتن چیکار کنیم الان که استاد نیست، چیکار کنیم؟ باید تصمیم برای گرفتن که همینطوری، خب بالاخره با این از ضمیر ناخودآگاه با هم تصمیم گرفتن که بریم سر قبر استاد بشینیم و از قبر استاد توسل بجوییم تا اینکه درس‌ها رو بیشتر یاد بگیریم. پس از اینجا میفهمیم که زیارت رفتن این از فطرت انسان است، با فطرت انسان سازگار هست. یکی از دستور دینی هست که ما میتونیم با او به اهل بیت نزدیک شویم و دارای ثواب‌های بسیار زیادی هست و ما میتونیم که صفای دل و با صفای دل و جان در اونجا بریم و یکی از راه‌های شفاعتی که در آخرت ما شفاعت اونها رو به دست بیاریم همین زیارتشون هست و میتونیم در اونجا با فضای معنوی که داره در اونجا بیشتر از بقیه جایها عبادت خداوند رو بیشتر انجام بدیم. بخاطر که ما به زیارت ائمه معصومین میریم، بخاطر که آنها وسیله و یک نوری است، ما بتوانیم به یک وسیله به درگاه خداوند بریم، از نزد خداوند یک توفیق و یک شفاعتی از آنها بخواهیم. ما میتوانیم از این طریق دین خود را و امام خود را بشناسیم و امام شناسی یکی از مسائل مهمی هست که خود پیامبر به یکی از حدیث های خود فرموده است، هر آن کس که امام زمان خود را نشناخته و از دنیا برود به مرگ جاهلیت میره است. وقتی که انسانی از دنیا میره، روح از بدن جدا میشه، ولی به این معنی نیست که کاملا ارتباط این روح با این جسد قطع میشه و هیچ ارتباط نداشته باشه، اینطوری نیست، با هم ارتباط دارن. وقتی که ما زیارت میریم، این شخص زیارت کننده و اون شخصی که زیارت میشه مثل دو تا آینه میمونه، یعنی ما زمانی که در مقابل آینه قرار بگیریم همه وجود ما در آینه میبینیم و همینطور اون طرف هم خودش به آینه میبینن. به این لحاظ سفارش شده که وقتی ما به زیارت میریم باید غسل کنیم، به خاطر اینکه در بعض جاها هم آمده که باید دعای توبه بخونیم، به خاطر پاک باشیم. وقتی به زیارت معصومین علیهم السلام میریم از آثار بد ما اذیت نشن. به این لحاظ پس نتیجه میگیریم که ارتباط داره اینها با هم.
غلام همت آن رهروان چالاکم که زیر بار غم و درد برد بارانند برهنه پا به مغیلان چو از سر شوق به سوی کعبه مقصود ره سپارانند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم ارزقنا زیارت الحسین. این روزها روزهایی هست که بسیاری از عزیزان، بسیاری از مؤمنان و شیعیان اهل بیت علیه الصلاه و السلام با پای پیاده به سمت کعبه مقصود در راهند. با آرزوی سلامتی برای تک تک این عزیزان و انشاءالله قبولی زیارات همه در خدمت شما عزیزان هستیم در ادامه برنامه به وقت بیداری. جناب استاد موسوی عزیز، با توجه به آنچه که در این روزها اتفاق میفته و خیلی از عزیزان در مسیر هستند، خیلی ها قصد دارند و انشاءالله هم به زودی به زیارت خواهند رفت، میخواییم از آداب زیارت از شما کمی بشنویم. بله. چه آدابی داره؟ اما قبل از اینکه شما انشاءالله پاسخ خودتان آغاز کنید، باز هم من پول ارتباطی را تکرار کنم. مثبت 964-780-255-40-13 پول ارتباطی هست که به کرات زیرنویس میشه و شما عزیزان میتونین یادداشت کنین، در گوشی خودتان ذخیره کنین و حتما با ما در ارتباط باشین از طریق واتساپ. برنامه ما در فضای مجازی هم از طریق آپارات فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب هم قابل دسترسی هست، دنبال کنید و به همه بزرگواران و همراهان خودتان هم پیشنهاد بدین تا برنامه‌های به وقت بیداری و به صورت کلی برنامه‌های رسانه جهانی هادی را دنبال کنند. استاد عزیز در خدمت شما هستم. بزرگوارید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مطالبی که در این بخش عنوان می شود شاید برای خیلی ها یک مطالب نوی باشه، از این جهت که ماها متاسفانه هرچی به این طرف آمده می نیدر اواخر به آداب شرعی و منصوص که در روایات برای زیارت آمده کمتر توجه میکنیم و خیلی ها رو میبینیم که میگن آقا بریم زیارت امام حسین علیه السلام در اجتماع عظیم میلیونی اربعین اونجا حضور داشته باشیم. این خیلی خوبه و یکی از مهمترین کارهایی است که شیعه و مسلمانان در این عصر میتوانن انجام بده، باید هم انجام بده. فرصت بسیار خوبیه و این 100% مطلوب است که در اون اجتماع عظیم که در حقیقت توحید و خداپرستی را اون هم از این نوع که آمیخته با عشق به ولی خداست برای مردم معرفی میکنه. این بسیار بجاست و بسیار لازمه، اما چه بهتر که کاملتر بشود، همونطوری باشد که خود اون ولی خدا و ائمه معصومین علیهم السلام که بعد از حضرت عبدالله الحسین آمدن به عنوان هادیان راه توحید و راه حقیقت و راه دین به ما یاد دادن. یکی از آداب که در کتابهای معتبر زیارت و دعا آمده این است که زائر ابا عبدالله الحسین علیه السلام 3 روز روزه بگیرد، یعنی یک آمادگی عملی که جان و روح خودش رو آماده کند برای یک ملاقاتی که اون همه ارزش دارد که در بخش قبل عرض کردیم که حضرت رضا علیه السلام می‌فرماید کسی که به زیارت امام حسین می‌رود مثل این است که به زیارت خدا در عرش خدا برد و خدا رو در عرش زیارت بکند. پس یک آمادگی روحی می‌خواد، یک آمادگی تامی که انسان روحش از اون غفلت کنده شده باشد و بیرون آمده باشه و این با روزداری. این هم فرمود 3 روز روزه می‌گیرد، روزه مستحبی برای اینکه زیارت مشرف بشه. روز سوم هم غسل میکند به نیت زیارت حضرت عبدالله الحسین علیه السلام. این غسل کجا انجام میده؟ همین جا انجام میده، هر جایی که میخوای حرکت کنه، در هر شهری، در هر کشوری که هست. بعد از آنی که حرکت انجام داد، یعنی روزه رو گرفت، غسل انجام داد، یه دعایی دارد، یک دعای استیداع در واقع، دعایی است که کوتاه ولی در مفاتح الجنان هست و در فضای مجازی هم به محض این که دعای زیارت رفتن امام حسین علیه السلام رو بنویسید براتون میاره. اللهم انی استودعو که نفسی و اهلی و مالی و ایال همه، یک دعای کوتاهیه که خدایا من که دارم به سفر زیارت امام حسین میرم، تمام اون چیزی که دارم به ودیعت میگذارم، امانت میگذارم دست تو،
و تا بعد از مراجعتم اینا رو محفوظ بدار. دعای بسیار زیبا و قشنگیه، این دعا رو انشاءالله با عنوان سومین عمل انسان باید بخونه. پس بنابراین میشه سه روز روزه، غسل در روز سوم و خواندن این دعا. ادب بعدی که در مورد زیارت حضرت امام حسین علیه السلام باید رعایت بشه و عزیزان باید توجه کنند، این است که در متن حدیث و روایت آمده که اون حضرت را زیارت کنین شخص مغبره، یعنی در حالتی که عرض کنم گرد و غبار سفر زیارت به سر و صورت شما نشسته، با موهای پریشان و جولیده، با شکم گرسنه، با لب تشنه زیارت کنید با این حالت. چرا که حضرت در همین وضعیت با همین کیفیتی که گفته شد در اون عرض کنم واقعه تف در دشت کربلا مظلومانه به شهادت رسید. این حدیث داره، من قبلا اینا رو یادداشت کردم، امام صادق علیه السلام این توصیه رو فرمودن کسی که میخواد زیارت کامل انجام بده باید اینچنین زیارت کند. یک دیگر از آداب که این هم بسیار مهم است در زمان ما باید رعایت بشه و عزیزان توجه کنن که منظور از این ادب چیه، اینه که فرمودن که در مسیر زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام حالت حزن و اندوه داشته باشد و مثل مصیبت زده باشد، مصیبت دار باشد، و لازمه این که انسان حالت حزن و اندوه داشته باشد، مصیبت دار باشد، این است که از خوردن غذاهای لذیذ یا بردن غذاهای لذیذ اجتناب بکند. مرحوم صاحب مفاتح الجنان مفصل در این زمینه توضیح داده، عزیزان اگر خواستن مفاتح رو باز کنه نگاه کنه، عباراتشون چون قدیمیه ممکنه بعضی متوجه نشوند، اونجا توضیح داده که آقایون شما که به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف میشین به عروسی که نمیرین که، چرا یک عده انتظار دارن که باید لذیذترین غذاها را در مسیر زیارت امام حسین مثلا استفاده کنن؟ شاید بگین آقا این عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام ماها تهیه دیدن، برنامه ریزی کردن. ما عرض میکنیم کاری که اونها کردن یک ایثار و فداکاری کرده برای اونها خوبه، مستحبه، اما برای ما هم از این طرف مستحب است که رعایت کنیم. بسیاری از افرادی که میرن به کربلا خیلی از ساعات رو در صف گرفتن غذاهای لذیذ بله. یا خدای نکرده در صف توالید رفتن سپری میکنه، چون وقتی این غذاها رو زیاد میخوری لازم میشه که تونتون بری توالید بری دیگه. بعد این وسط چی میشه؟ مشکلی که به وجود میاد اینه که آقا از زیارت و از برنامه های زیارت باز میمونه، غافل میمونه. بله، شاید در فضای مجازی این روزها بسیار از پیام ها دست به دست شده که اگر به زیارت آقا مشرف شدید سختگیر نباشید در مورد جای خواب، در مورد بله اونا رو میرسیم عرض میکنیم، و واقعا این شرایط آنجا که انشالله همه مشرف شویم و احساس کنیم بسیار محترم تریم. قطعا انشاءالله زیارت در هر جای کربلا باشین شما مهمان امام حسینی. بله. این پس یک ادب از آدابه که میفرماید اونجا به دنبال این نباشه که غذای لذیذ پیدا کنی. گاه وقت ما دیدیم تو همین سفر اربعین که عزیزانمون بعضی ها البته تو صفهای طولانی که برای گرفتن یک لقمه گوشت یا کباب شکل میگیره اینا توقف میکنن. این کار شایسته ای نیست. در سفر زیارت کربلا اگر اذیت نشودی شک کن در خودت. گرسنگی میگه باید گرسنه باشی، با شکم گرسنه، با لب تشنه، با این حال باید بری به زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. مرحوم کلینی رحمت الله علیه روایت رو در همین زمینه نقل میکند که بسیار بسیار مهمه. من خلاصش میگم که همسر ابا عبدالله الحسین علیه السلام مراسم تعزیه‌ای برگزار کردن بعد از شهادت آقا و بسیار گریه میکردن، بسیار عزاداری میکردن در حدی که دیگه بیحال شد، و در همون وقت یک کسی از شیعیان یک مرغ بریانی را آوردن به حضرت تعارف کردن، گفتن شما از حال رفتید، این غذا را استفاده کنید تا این مدار حالتون خوب شود. بیبی فرمودن که این همین تعبیره که مگر ما به عروسی آمدیم که تو این غذا را برای من آوردی؟ باید بدانید که ما الان عزادار یک امام معصومیم، حجت خدا رو به اون کیفیت به شهادت رسوندن. بعد غذا رو قبول نکرد، رد کرد، بدین گفت به هر کسی که میخوای بدین، اینجا نیارین از این غذاها. من اینو اصلاح میکنم که عزیزان من توجه کنید، ما هیچ وقت نمیگیم که
کسی برای زائر ابو عبدالله الحسین علیه السلام پذیرایی نیاره، بیارن. و حتی مرحوم شیخ عباس قمی تأکید میکنه که اگر از دوستان و محبین و کسانی دیگر غذای لذیذ گران قیمت اونجا تعارف کردن، بهش بگین که آقا احتیاج به همه زحمت نبود، ما از شما تشکر میکنیم، اما زائر امام حسین یک غذای ساده ای میخواد. و باید این فرهنگ سازی بشه که مردم به جای این که دنبال شکمش باشه اونجا، دنبال این باشد که کمبودها و نقصهای معنوی خودش رو تأمین بکند و تکمیل بکند. بله، بسیار تشکر استاد. در بخش سوم هم همچنان منتظر شما هستیم که انشالله در ادامه مبحث همچنان یاد بگیریم و آداب آثار زیارت رو بیشتر بفهمیم و انشالله به کار ببندیم. سلام بشه، در خدمت. جای نروین، همچنان با برنامه وقت بیداری در محضر شما مهمان محافل مؤمنانه شما هستیم. ابن زیاد سوی عمر ابن سعد نوشت: حسین و اصحاب او را مانع شو از آب چشند. پس عمر ابن سعد در همان وقت عمرو ابن حجاج را با 500 سوار به شریعه فرستاد و میان حسین و اصحابش و میان آب فرات حائل شدند و نگذاشتند قطره ای آب بردارند، و این 3 روز پیش از قتل حسین. عبیدالله ابن حسین ازدی بانگی بلند برآورد و گفت: ای حسین، این آب را نمی بینی همرنگ آسمان؟ والله از آن قطره ای نچشی تا از تشنگی درگذری. حسین گفت: خدایا او را از تشنگی بکش و هرگز او را نیاموز. حمید ابن مسلم گفت: به خدا سوگند، پس از این به دیدار او رفتم و بیمار بود. سوگند به آن خدایی که خدایی جز او نیست، دیدم آب می آشامید تا شکمش بالا می آمد و آن را قی می کرد و باز فریاد می زد: العطش العطش. باز آب می خورد تا شکمش آماس می کرد و سیراب نمی شد. کار او همین بود تا جان بداد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. من 40 کنار تو باور نکردنی است، ای همسفر قرار تو باور نکردنی است. با نیمه جان مانده خودم، خودم را رسانده ام. اینجا سر مزار تو باور نکردنی است. عرض درود و احترام مجدد محضر یکایک که شما مؤمنان، انشاءالله که هر جا که هستید در بهترین حال خودتان باشید. و وقت بیداری با موضوع زیارت، آداب و آثار امشب مهمان شماست. مثبت 964 780 255 4013 در اختیار شما هست و منتظر پیام های ارزشمند شما هستیم. استاد موسوی عزیز، در ادامه بحث آداب زیارت در خدمت شما هست. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که عرض کردیم در قسمت قبل، آخرین ادب از آداب زیارت این بود که زائر تمام همت و تلاشش در کربلای معلا یا در هر زیارتگاه دیگر این باشد که نقصی که دارد از لحاظ معنوی و نیازی که دارد که برای رفع اون نیاز به محضر معصوم شتافته، اون نقص معنوی خودش رو تکمیل میکنه، اون نیازها و مطالبات معنوی که از امام معصوم دارد رو اونا رو به فکرش باشد. خیلی دنبال این نباشد که چه غذایی و از کجای غذای لذیذی بتواند مثلا تناول کند. یکی از آداب زیارت پس این شد که زائر با شکم گرسنه و با لبان تشنه، تعبیر روایت عطشانه، انسان به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مشرف بشه با روخی گردآلود. بله بله، در بقیه ائمه علیهم السلام فرمودن غسل زیارت کردین، با لباس نظیف و تمیز برید، با غسلی که کردید انجام دادید برید. در مورد
زیارت امام حسین علیه السلام این است که شخص مغبره، یعنی موهای ژولیده و عرض کنم چهره گردآلود که در این مسیر طی طریق و سفر به سمت کربلا این گرد و غبار با ارزش که برای رسیدن به ولی خدا بوده، برای درک شرط توحید که ولایت اهل بیت هست بوده، با همین حال بره به زیارت. البته عرض میکنیم که از آداب زیارت غسل در فرات هم هست. خب البته الان دیگه با این وضعیت شلوغی که در اربعین هست اینو میسر نیست، اما این ادب میسره که انسان بیشتر به دنبال فرهنگ سازی این قصه باشد که ما برای چی به کربلا آمدیم. یک وقتی ما اصل را فدای حاشیه ها و فرع نکنیم، اونجا یک وقتی غافل نشیم. حتما عزیزان به این آدابی که عرض میکنیم توجه بکنن، بسیار میتواند برای ما کمک کننده باشد در این مسیر. ما خدمتون عرض کنم که یک روایتی از امام صادق علیه السلام میخوام بخونم محضر شما، که این روایت روایت بسیار معروفیه، شاید هم عزیزان شنیده باشند. من خیلی سریع روایت رو میخونم. محمد ابن مسلم خدمت امام صادق علیه السلام میرسد، عرض میکند یا ابن رسول الله، شما میفرمایید که زیارت امام حسین علیه السلام ثواب چندین حج و عمره رو داره، آیا اون چی که بر حجاج لازم است بر زائر امام حسین علیه السلام هم لازمه؟ امام علیه السلام میفرماید از چی جهت میگی؟ بسیاری از اون مسائلی که برای حجاج لازم هست که رعایت بکند برای زائر امام حسین علیه السلام هم لازمه. بله، محرمات احرام اینجا نیست. بعد حضرت شروع میکند میفرماید که یکی از مواردی که باید زائر امام حسین رعایت بکنه، حسن و صحابه لمی اصحبوک، خوشرفتاری و خوشخلقی با کسی که با انسان مصاحبت میکند و حسن خلق با فردی که با انسان در حال مسیر طی مسیر هست و همسفر انسانه، هرچند که خسته باشیم. بله این خیلی تأکید کردن و علما فرمودن عزیزانی که تجربه رفتن به این سفر رو داره، گاه وقت خستگی های سفر و استرس های جاماندن از رفقا، استرس نرسیدن به زیارت، کودکانی که در مسیر هستن، گاه اینا سبب میشه که فشار روی اعصاب انسان بیاد و اگر انسان کنترل نکند خودش رو و توجه نداشته باشد که در محضر امام معصوم هست، خدای نکرده ممکن است با عصبانیت با کسی برخورد تندی داشته باشد که اینا کلا ناشایسته. باید در مسیر زیارت انسان حسن مصاحبت داشته باشه. الان میرسیم که خودش رو مثل بنده‌ای و عبد ذلیل و خاضع در رابطه در مقابل زائر دیگر ببینه، چون اون زائر دیگر دیگه یک آدم معمولی نیست، او زائر امام حسین علیه السلام. بعد فرمود و یلزمک قلت الکلام، زیاد حرف نزنید در مسیر زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که از هر همه چیز، از همه آنچه که نباید بگید میگید الا از معارف اهل بیت و زیارت. زیاد حرف نزنید الا کلام به خیر، مگر کلامی که برای خیرخواهی باشد و عرض کنم که راه انداختن کار مؤمنی. و یلزم که کثرت و ذکر الله، لازم است تسبیح با خودشون بردارن در مسیر زیارت، زبانشون به ذکر خدا جاری باشه. و یلزم که نظافت و سیاب، حتما در طول مسیر لباس تمیز بپوشن، لباسهای آلوده و کثیف برتن نکنن. و یلزم که الغسل قبل ان یأتی الحائر، قبل از آنی که به محل حرم حضرت امام حسین علیه السلام برسید، یعنی تو خانه هستی میخوای حرکت کنی برای زیارت امام حسین علیه السلام، یا در مسافرخانه بودی نزدیک کربلا، اونجا غسل انجام بدی. البته اینو که عرض کردیم با اون قسمت قبل منافاتی ندارد که انسان زیارت کند اون حضرت را با چهره گردآلود و موهای ژولیده و شکم گرسنه و عرض کنم زبان تشنه و حرفا، اینا منافاتی نداره. در اینجا حضرت میفرماید که قبل از آنی که شما به حائر ابا عبدالله الحسین علیه السلام برسی، لباسات نگاه کن آقا، از بوی تعفن شما مردم اذیت نشه. اگر چند وقتی نرفتی حموم، خب برو غسلت انجام بده. توجه کردین؟ یک طوری نباشه که مردم آزاری شود، ولی خب همون گرد و خاکی که در مسیر زیارت به سر صورت نشسته طی طریق کردی در محدوده حرم، در محدوده کربلای معلا، با همون وضع بیا به زیارت، خودت رو سیر نکن از غذا و از آب تا
تا بفهمی به زیارت چه کسی آمدی. اینا پس بنابراین به این معناست و یلزم کل خشوع، خاشع بودن در مسیر حرکت. این کلام مال امام صادق علیه السلام که هم در عیون اخبار و رضا آمده، روایت معروفیه از محمد ابن مسلم، ببخشید در عرض کنم وسایل شیعه این روایت نقل شده. بعد میفرماید و کثرت الصلات، نماز زیاد بخونید، که در حقیقت یکی از نمادهای مهم دین اسلامه. زائرین باید زیاد دیده شود که در حال انجام نمازه، به جای اینکه خیلی زیاد دیده بشه که دارن راه میرن بی هدف، خیلی زیاد دیده بشون که در هر قسمتی از کربلای معلا ایستادن نماز میخوانن، چه نماز واجب چه نماز نافله، چون نوافل رو در کربلا میشه خواند، اشکالی ندارد. نمازهای مستحبه دیگری هم خود کربلا داره، مسجد سهله داره، که اونا سر جای خودش باید بحث بشه. و صلات علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم، صلوات رو اونجا فراموش نکنید که هم اعتراف به توحیده، هم اعتراف به نبوت، هم اعتراف به امامت. وقتی میگه اللهم، این خدا رو قبول داری، صلی علی محمد نبوت و آل محمد یعنی امامت و ولایت اهل بیت. و یلزمک، و بر تو لازم است این که شما غز بسر کنی، یعنی از کوتاهی های رفقات بگذری، اغماز کنی. یا غز بسر به این معنی که خدایی نکرد چشمت به حرام آلوده نشه، که هستن متاسفانه بعضی هایی که پیرو به شیطانن، ممکن است حتی در همین راه پیمایی اربعین هم خدایی نکرد چشم ناپاکی داشته باشه، اینو باید مواظب باشه. بعد می فرماید که اگر اینجوری باشد و یلزمک ان تعود الى اهل الحاجه من اخوانک، ان تعاون من اهل الحاجه من اخوانک، میفرماید که ممکن است در مسیر را ببینی یک کسی پول تمام کرده، یک کسی پول نیاز داره. اینجا تعبیر امام علیه السلام اینه که تو باید هر آنچه داری با او قسمت کنی، نصفشو بده به او، نصفشو برای خودت نگه دار. این از باب مبالغه در تعاون هست و مبالغه در کمک رسانی. نگفته که آقا قرض بده بعدن بگو برو از طرف من به فقیر بده یا برای من واریز کنی، حرفا نیست. ما این فرهنگ رو باید پیاده کنیم که الان الحمدلله عزیزان در عراق دارن پیاده میکنن، از مال و جان و وقت و عمر خودشون برای امام حسین علیه السلام میگذارن. بعد میفرماید که و یلزمو که، بعد میفرماید که الورع اما نها عنه نهیتن، لازم است بر تو این که ورع و تقوا را رعایت بکنی از هر آنچه که خدا نهی کرده. ورع یعنی حتی مشتبهات را ترک کن، تقوا یعنی فقط ترک محرمات قطعی و انجام واجبات، میگه تقوا. ورع یعنی اون چی که مشتبه هم هست که احتمال میده ها حرامشون رو ترک کن. بعد میفرماید این که خصومت و کثرت قسم و جدال، اینی که والله اینجوری بوده، به خدا قسم اینطوری بوده، این جدال و بگو و مگو و اینها رو همه رو ترک کن در سفر کربلا. اگر این کار رو کردی، بعد میفرماید تم حجک و عمرتک، حج و عمره تو اینجا تمام میشه. استاد، 14 15 موردی که از حدیث بسیار ارزشمند امام صادق علیه السلام بله. در کتاب وسایل شیعه ما امشب شما به صورت خیلی خلاصه دریافت کردیم، جا داره که باز هم مرور شود بله. و شاید عزیزان بخواهیم که البته باز دوباره... موارد دیگری هم هست، اینا باز بله. خلاصهشو عرض میکنیم بله. در پایین اگه فرصت شد من یک مورد دیگر هم عرض بکنم که خیلی تأکید شده در روایات ما، از این موارد که گفتیم بیشتر تأکید شده انشاءالله. البته استاد، من میخواستم که به دوستان یادآوری کنم که در بله. فضای مجازی برنامه قابل دریافت هست بله. اگر بله. فرصت نکردین و در پخش زنده همراه ما باشین، در آپارات، در فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب این برنامه قابل دریافت هست. حتما نگاه کنید، چون شما مسافر هستید و این آداب از زبان معصوم هست بله بله. و ما شاید کمتر از یک دقیقه در خدمت شما باشیم انشاءالله. در این یک دقیقه میخوام اشاره کنم که یک دیگر از آدابی که گفتن رفق و مدارا و تواضع و فروتنیه، که عرض کردیم که انسان در برابر زائر امام حسین علیه السلام قرار داره، که در روایت داریم که میفرماید که حضرت عرض کنم امام صادق علیه السلام روایت رو ابو هارون نقل میکنه، بازم این روایت رو مرحوم کلینی نقل کرده از ابو هارون که امام صادق علیه السلام یک روز فرمودن در جمع از اصحاب که چرا من رو خار و ذلیل کردی. اصحاب عرض کردن یا ابن رسول الله، ما اشتباه بکنیم هم چه کاری بکنیم به تعبیر ما، نعوذ بالله از اینکه شما رو خار و ذلیل بکنیم،
کی ما همچو کاری کردیم که خودمون متوجه نبودیم. بعد یک مردی فقال مردم من خراسان، یک رجل من خراسان، یک رجلی از خراسان، مردی از خراسان گفتش که ابن رسول الله اصلا امکان نداره ما همچو جسارتی بکنیم و به خودمون جرأت بدیم. حضرت فرمود اتفاقا تو همین کار رو کردی، یکی از افرادی که این کار رو کرد ما رو خار کرده تویی. گفت چرا کجا؟ حضرت فرمود اونجایی که یک زائر پیاده داشت میامد و خسته شده بود و از تو خواست که لحظاتی از مرکب پیاده شوی و او سوار شوه، تو سرت خم انداختی انگار حرف رو نشنیدی، عبور کردی. کسی که زائر ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شیعه ما رو خار بکند، تحقیر بکند، به حاجت او رسیدگی نکند، ما رو خار کرده. به وعده مرحوم کلینی نقل کرده، لذا ما در مسیر زیارت بسیار باید حواسمون جمع باشه که کمک رسانی به همدیگر، برادران رفتن و آمدن رو فراموش نکنیم. بسیار تشکر استاد. به شعری که در ابتدای کلام خواندیم میخوانیم و برنامه رو ختم میکنیم. خدمت. تو مبین این گام ها را بر زمین، زن که بر دل میرود عاشق یقین. همه شما ایزان به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. انشاءالله که هر جا که هستید زائر ما حسین علیه السلام باشید و اللهم انا هذا منك و من رسولك و من حجتك.